مردم میخوای بفهمن که نظر شما در مورد آزادی 400 زندانی طالب بخصوص با سابقه جنایی که از جمله و تمام زندانی گوانتانامو بی قرار است آزاد کنند. شما به عنوان کسی که قانون تعمیل میکنید در کشور نظر شما چی است؟ تصمیمی که گرفته شد یعنی تصمیمی بود که از طریق لوی جرگه مشورتی توسط مردم گرفته شد و رهبری سیاسی دولت در او شامل بود. از آدرس وزارت داخله یا به نمایندگی از قوای پلیس افغانستان دو مورد من اینجا دارم. مورد اولی است که برای ما در آینده اگر پروسه صلح به مسیری که توقع میره نره یک تهدید کلان از پس دوباره، به خاطر که یک تعداد اینا تمویل کننده تروریسم بوده، نه تنها که نقش فعال داشته. و مورد دیگه شی است که ما حداقل از آدرس وزارت داخله 41,000 فامیل قربانی داده. یعنی اگر ما در نظر بگیریم که هر فامیل ما به طور اوسط در افغانستان 7.7 نفر است، ما 41,000 نفر تنها قربانی ندادیم، نمبر نیست به ما. اینا 41,000 فامیلی هستند که قربانی داده که نباید به هیچ وجه نادیده گرفته شود. اما در این زمان اگه میتونه یک قدم خوبی باشه به اینکه ما را کمک بکنه تا یک طرف پروسه صلح به طریقی که ما میخواهیم یا طریقی متوقعش ما بریم، من فکر میکنم آینده یک نسل دیگر ما تضمین میکنیم. و صحبت هایی که من در ولایت متفاوت با فامیل های حتی قربانی های خود ما داریم این است که اونا اکثریتشون فکر میکنه که اگه کمک ما میکنه تا یک نسل بعد ما اولاد ما درس بخونه زندگی بهتر بکنه، ما حاضر هستم قربانی خودت تا حدی را فراموش بکنم قربانی را که دادیم. شما هم از سمت شمال از بعضی ولایت ها دیدن کردین، وضعیت پلیس روحیه شده چطور بررسی میکنین و بخصوص وضعیت کار پلیس در وضعیت بحران کرونا چی فکر میکنین؟ چطور بود وضعیت برای ما کم توضیح بدین؟ ما تقریبا در حدود 8 ولایت سفر داشتیم که 3 ولایت سمت شمال در اواخر ما سفر داشتیم و چند ولایت بعد سفر داریم. ما قرنطین یا محدودیت های قرنطین کمی دست پلیس بسته کرده از هر لحاظ و بر خود پلیس هم مشکل است در محیط کاری که هستن و یا با امکاناتی که دارن، به خود پلیس هم مشکل است که محدودیت ها را مراعات بکنن. اما خوشبختانه آمار وفیات و مصاب شده ما در بین پلیس از پیش بینی که ما در شروع قرنطین کرده بودیم یا در شروع سر و کرونا کرده بودیم بسیار زیاد پایین است خوشبختانه. مسئله پروسه صلح یا مسئله تصمیم لوی جرگه مشورتی صلح چقدر سر انگیزه و مورال پلیس ما در ولایت بود که من رایشان به تماس هستم تاثیر کرده. همگی منتظر یک امیدواری ایجاد شده با آنکه آمار خشونت بالاتر رفته بود در آخر، اما یک امیدواری ایجاد شده و در عین زمان همه در حالت آماده باش هم هستند، چون اینا نمیتونن عملیات های تصفیوی و حالت تعرضی رو به خود داشته باشن، مجبور هستند در حالت دفاعی فعال باشن، چون تصمیم کلی رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی است تا که ما بتانیم تسهیل بکنیم پروسه صلح. در بخش ظرف‌سازی و جلب و جذب زنان در صف قوای پلیس و همچنان در ولایات چی کارا صورت گرفته، چی اقدامات بهتر شده، چقدر بهبود یافته و علاقه‌مندی زنان چقدر زیاد شده و اینکه بیاید در صف پلیس مثل شما بیاید خدمت کنند؟ ما در بخش یعنی برداشت ما وقتی که من تازه وزارت داخل آمدم، برداشت ما این بود که علاقه مندی ما بسیار زیاد کم داریم به خاطر در قسمت جلب و جذب از طرف خانمایی که در افغانستان هستن. تا یک مدتی من هم به امی عقیده بودم که ما علاقه مندی بسیار زیاد کم داریم. بعدا ما شروع کردیم روی ازی که ما یک نقشه رای جور بکنیم که خانمها رو ما بتانیم اما تسلسل ابعاد متفاوت جذب خانم‌ها را، رشد دادن خانم‌ها را، ظرفیت سازی شان و ایجاد یک محیط مسئول و دوستانه برشان و سالم محیط کاری ما بتونیم کار بکنیم که اینا دست به دست با هم پیش میره و یک میاد میان مدت‌تر و دراز مدت‌تر در نظر بگیریم تا یک تسلسل از لحاظ دستاوردهای ما ایجاد بشه بتونه. به او خاطر ما یک نقشه را روش جور کردیم، روش کار کردیم که سال 2021 تا 2024 کاور میکنه. یک وقتی ما برداشت مویی بود و یک وقتی ما دریافتیم که خود پروسی جلب و جذب ما به حدی بیوروکراتیک است و ذهنیت در داخل اداره برای جذب خانم اصلا وجود ندارد تا سطح بالاتر. به او خاطر ما آمدیم که خب پس بیا حال اول پروسه رو ما باید جور بکنیم. ما پروسه رو مکمل مپ کردیم، پروسه رو بهشان ساده کردیم و یک طرز عمل بسیار واضح ساختیم که وقتی یک خانم فکر میکنه که اگر من بخوایم پلیس بیایم خب کمپاین ما رو میبینه، خوشایند است، برش میخواد که یونیفرم بپوشه، حالا یک همکار دیگه ما استفاده شود.
اما او خانم باید یک آدرس مشخص داشته باشد. و بخش دوم ما این بود که ما خانمایی را که فعلا در صفوف داریم، ما بر ازیا یک چهره بسیار مسلکی و اما وزنین و قابل احترام بدیم. و در این زمان یک بخش ازی طبعا رب میگیره به ظرفیت سازی اونا هم، تایی که ما بتانیم اینا را به مردم پیشکش بکنیم از لحاظ ازی در قسمت مبارزه با فساد اداری که وزارت داخل تا حد در مبارزش گزارش نشر شده بود، چقدر کار شده، چی بهبودی آمده، چی تلاش ها کردید؟ دیدگاه کلگ منسجم همگی ای بود که بیاین از افراد بگذاریم سر سیستما تمرکز بکنیم. و حالا چند کار کلیدی که میکنی است که ما سیستما طرف دیجیتال سازی میبریم، انقدر سیستما دیجیتال شوه و با هم وصل شوه، سیستما متمرکز شوه، واحد شوه، انقدر کمک ما میکنه تا اینکه آسیب پذیری به فساد کم شوه. مسئله دیگه که ما پروسه های کاری را به اساس سیستم خود بسیار زیاد کوتاه ساختیم، اما بیوروکراسی و گرفتن امضاها را کوتاه ساختیم. آمدیم بسیار منظم ساختار جور کردیم و روی لایحه وظایف به همگی کار میکنیم. مسئله دیگه‌ای بود که تمام پالیسی سازا قبل از ما خود تطبیق کننده بود، خودش آسیب پذیری به فساد بالا میبرد. تطبیق کننده خودش میامه به خود طرز العمل جور میکنه و میبره از رهبری امضا میگیره و بس خلاص. به او خود ما ساختار پالیسی یا محتوای پالیسی و طرز العمل ما هم مشکل داشتن که ما آمدیم روی ما نمیتونیم بگویم کل شما گرفتانستیم که یک دفعی حل بکنیم، اما ما آمدیم سه اولویت دادیم. ساختار پالیسی جدید جور کردیم، اولویت بندی کردیم که کدامایش ما را در دستکوب کلانتر در مبارزه با فساد کمک کرده میتونه.